به طور معمول در مقایسه یک گیاه دولپه با یک گیاه تکلپه کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل نمی کند؟ در یاخته های غلاف و آوندی گیاهان تکلپه برخلاف گیاهان دولپه بچا اگر شکل کتاب از برگ گیاهان تکلپه دولپه تو اول فصل 6 رو نگاه کنید میبینید که برای یاخته های غلاف و آوندی گیاهان تکلپه اومده با رنگ سبز یه سری نقاطی رو توی سلول ها مشخص کرده اما توی دو لپه همچین چیزی رو مشخص نکرده پس میتونیم بگیم دیسه های سبزی و کارتونوی دار وجود دارند این درسته در ریشه گیاهان دو لپه همانند ریشه گیاهان تکلپه یاخته هایی با توانایی ترابری مواد بچا منظورش یاخته های هادی یا یاخته های آوندی در مرکز برش ارزی یافت می شوند حواستون باشه دوستان ریشه گیاهان دو لپه همچین حالتی داشت گیاهان دو لپه رو داریم میکشیم این استوانه آوندیشون یه بخش مثبت مانندی وجود داشت که آوند چوبیه بعد آوندهای آبکش اومدن دور تا دور قرار گرفتن که به شکل نقاط کوچیک من دارم نشونشون میدم این برای گیاه دو لپه بود ریشه گیاه تک لپه چه شکلی بود اگر این استوانه آوندیشون باشه بچه ها آوند چوبی اومدن دور تا دور این استوانه قرار گرفتن و آوندهای آبکش اومدن این بین قرار گرفتن خب نگاه کنید تو مرکز برش گیاهان تک لپه شما چی میبینید؟ یاخت، های پارانشیم یا مغز رو میبینید پس نگاه کنید توی گیاهان تکلپه توی مرکز برش یاخته های هادی دیده نمیشن پس غلط همین جواب هم احتمالا میشه گزینه دو بقیه گزینه ها رو ببینیم دوباره اومده تو گزینه سه برش برج رو گفته تو برش تکلپه برخلاف دو لپه آوند های چوبی در فاصله نزدیکتری به رپوست روی برج قرار دارن اگر به شکل کتاب دقت کنید میبینید که توی گیاهان تکلپه اون قسمت دسته آوندی تقریبا وسط برگ قرار گرفته اما توی گیاهان دو لپه پایین قرار گرفته پس توی گیاهان تکلپه آوندهای چوبی به روپوست روی نزدیکترن اما توی گیاهان دو لپه این شکلی نیستن پس درسته تک لپه برخلاف دو لپه آوندهای چوبی در فاصله نزدیکتری قرار گرفتن این هم اوکیه روی توی دو ها همانند تک ها یاخته هایی با آرایش خاص رشته های منظورش یاخته های نگهبانه روزنه است که شما میدونید رشته های سلولوزی به شکل ارزی اومده دور تا دورش قرار گرفته خب توی روپوست روی گیاهان دو لپه و تک توی برگشون توی جفتشون شما نگهبان روزنه رو میتونید توی شکل کتاب مشاهده کنید این هم مشکلی نداره پاسخ سوال همون گزینه دومه